امروز در دومین روز فستیوال فیلم کن، نخستین فیلم بخش مسابقه، فیلم همسر چایکوفسکی ساخته کریل سربرنیکوف، کارگردان روس، به نمایش درآمد. پناه فرهاد بهمن، روزنامه‌نگار که در کن به سر میبره، از محل فستیوال با ماست. پناه، در مورد این فیلم بگو، آیا موفق شدی همسر چایکوفسکی رو ببینی؟ بله، همسر چایکوفسکی رو دیدم. البته اگر از خود چایکوفسکی بپرسی، همسرش رو هیچ وقت به همسری نپذیرفت و این فیلم در واقع میشه گفت داستانی برگرفته از واقعیت و بر مبنای واقعیت زندگی چایکوفسکی، آهنگساز نامدار قرن 19. این همونجوری که گفتی اولین فیلمی بود که در بخش مسابقه برگزار در واقع اکران شد و این در واقع این فرصت رو داشتیم که این فیلم رو همراه با عوامل سازندش ببینیم. این فیلم در واقع کارگردان این فیلم کارگردان روس هست که نکته جالب این هستش که بعد از در واقع ساخت این فیلم برای نمایش میاد، برای نمایش این فیلم و برای شروع کار بعدیش از کشور خارج میشه و اتفاقات در واقع حمله روسیه به اوکراین اتفاق میفته، با اون دیگه بر نمیگرده. چهره‌ای که معروف هست به در واقع مخالفت با پوتین، اما در این حال میگه که این لازم نیست که همیشه هنرمندا موضع بگیرن در مسائل سیاسی، با اینکه خودش مخالف پوتین هست. ما فیلم رو دیدیم، فیلم میشه گفتش که بازیگر این در واقع فیلم که نقش همسر چایکوفسکی رو بازی میکرد، از بازی از نظر خیلی از بیننده ها بازی بسیار خوبی بود، هرچند که خود فیلم فیلم کشداری بود و ممکنه که در واقع یک فیلمی بود که صرفاً بر اساس شخصیت یک کاراکتر چیده شده بود و بقیه کاراکترها، حتی خود بازیگر نقش چایکوفسکی، میشه گفتش که سیاهی لشکر و نقش جانبی بودن. به هر حال میشه گفتش که این فیلم که بخش مسابقه باهاش افتتاح شد، به نوعی فیلمی بود که خیلی نتونست نظر منتقدا رو به خودش جلب کنه. پناه، چه فیلم های دیگه ای امروز نمایش داده میشه؟ والا تا همین حدود نیم ساعت پیش فضای هنری شهر کن یهو تبدیل شد برای چند دقیقه به فضای جنگی به مناسبت اکران فیلم تاپگان که فیلم جدید تام کروز هست. جنگنده های فرانسوی اینجا در ارتفاع خیلی پایین حرکت کردن همزمان با اکران فیلم و فرش قرمز فیلم تام کروز که در بخش البته خارج از مسابقه اینجا پخش میشه و جمعیت جوری بود که برای در واقع پنج فاصله که مثلا دیروز تو 5 دقیقه میشد رد شد، واقعا 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشید. جمعیت زیادی اینجا، مردم عادی که میان نمیتونن وارد سالن بشن، یعنی برخلاف خیلی از جشنواره ها برای مردم عادی جشنواره باز نیست، ولی با این حال میان با نردبون و میخوان که یه جوری از بیرون به فضای داخل در واقع دید داشته باشن. میشه گفت تو این دو روز جالب ترین اتفاق همین حضور جنگنده ها و ترکیب یه جورایی میشه گفتش که جنگ و هنر بود. فیلم دیگه ای که قرار هست 10:30 به وقت محلی پخش بشه، این فیلم دیگه فیلم بخش مسابقه است که فیلم هشت کوهستان هست، محصول کشور بلژیک. حالا باید دید که منتقدینی که خیلی راضی نبودن از شروع این جشنواره، آیا با این دیدن این فیلم روز دوم جشنواره و روز اول مسابقه رو با خیال راحت و با نگاه مثبت به پایان میبرن یا نه.